سلام به شهروندان و بیننده های عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم با خبرهای این هفته و گزارش های خوب شما در خدمتتون هستم. خب قبل از هر چیزی بریم یه فیلم که شهروند عزیزمون برامون ارسال کرده که در مورد یک جوان خوش‌ذوقه ببینیم و برگردیم. دستمال بخر ازم آخه، نگاه قلبم ببین چه بیتابه، از نفس افتادم برس به فریادم تا کارم نخوابه. دستمال بخر ببر خونه، من که چیزی واسم نمیمونه، بخری چی میشه حالم بهتر میشه تا برسم خونه. کار من سخت‌تر از اونی که باور کنید، اگه میشه یک کمی منو درک کنید. آره این چوری به خودش بهتره، دستمال و مو یکی بیاد بخره. اینقدر فریاد زدم صدام زخمیه، خدا میدونه که درد من چیه. یه دفعه بهتر شد برگ دستمالمو گرفتم، دستمالو من واسطون. دستمال بخر بگو هستی، دستمال مگه نمیخواستی؟ چی میشه بگیری تا که راحت بشم بخرین از پیشم؟ به لب رسیده این جونم، از صبح تا شب همش به بیرونم، نذاریدم تنها از حالا تا فردا که من نمیتونم. کار من سخت‌تر از اونی که باور کنید، اگه میشه یک کمی منو درک کنید. آره اینجوری به خودش بهتره، دستمال و مو یکی بیاد بخره. انقدر فریاد زدم صدام زخمیه، خدا میدونه که درد من چیه. یه دفعه بهتر شد برگ دستمالمو گرفتم، دستمالو من واسطون. واقعا همجای خوشحالی داره دیدن جوانهای با غیرت ایرانی و همجای تأسف داره. میدونید چرا؟ به خاطر این که میبینی سرزمینی پر از سرمایه خدادادی داریم، اون وقت جوانای تحصیل کرده ما باید اینجوری خرج زندگیشون رو در بیارن. واقعا اون آقازاده ها نمیبینن که سرمایه های آینده ایران باید با این شرایط زندگی کنن؟ نمیبینن دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اما آفرین بر تو ای جوان ایرانی، واقعا آفرین. بعضی وقتا آدم یه چیزایی میشنوه و میبینه که انگار یه دینامیت گذاشتن زیر دیوار باوراشو، بوم. ما تا حالا فکر میکردیم همه جنسایی که میاد قانونیه و یه کوچولوش قاچاقه. در جهات مختلف وجود داره، هم ما مشکل قانونی داریم، هم اعتبار و بودجه و هم امکانات و دستگاه‌هایی که بتوانند در مرزها کنترل کنند. اما دادستان کل کشور گفته از 4000 کامیونی که میاد تو کشور فقط 150 تاشو میگیرن. خب بابا چرا خودتون خسته میکنین الکی؟ این 150 تا رو ندید بگین قاطی بقیه برن داخل دیگه. اکبر خان ترکان و مهندس نعمت‌زاده که اون قدیم ندیما با همدیگه تو دولت همکار بودن، حالا بعد جوری زدن به تیپ و تاپه هم. اول نعمت‌زاده گفته قاچاق از مناطق آزاد میاد که ترکان رگ غیرتش زده بیرون. میخواین راجع به نعمت‌زاده این نکاتی بگم؟ بفرمایید. خجالت میکشم. بنابراین من توصیه میکنم که آقای نعمت‌زاده بی هوا حرف نزن، یه جایی از کوره در میرم. بعدم نعمت‌زاده اومد جواب داد. بالاخره یه حرفایی زده بودی، خودش باید جوابگو باشه و ما به عنوان برادرشون
گله و شکایت شخصی نداری. من فکر میکنم شما خبرنگارا اینقدر سوال پیچش کردی عصبانیش کردید. کلن انگار دیواری کوتاه‌تر از دیوار خبرنگارا نیست که نیست. میگم شما خیالیتون راحت میشه اگه خبرنگارا بیان قضیه قاچاقو گردن بگیرن؟ ها؟ به طور کلی وقتی که ناکامی اتفاق میفته نمیشه فهمید چه کسی در انجام وظیفش کوتاهی کرده. همه میگن ما هشدار داده بودیم ولی توجه نکردند. تنها موردی که مقصرش مشخصه سقوط هواپیماست که همه میدونیم مرحوم خلبان مقصر بوده. استاندار تهران گفته این گداها که تو تهران ولو هستن خارجکی هستن، یا از میانمار دارن میان یا از پاکستان. جالب بود که مثلا ما 80 نفر از میانمار اومده بودن. میانمار اصلا اون ور هندوستانه. ما رو بگو که فکر میکردیم فقط همین یه قلم وطنی هن. گدا جماعت رو میگم و ولی خب انگار اینا هم وارداتی هن و ما خبر نداشتیم. چه میریم از هفتیو نیخوی از باره رفته خونه میگه عبولی به ببنه. خجالت بکش آقا. این مدل گدای قدیمی شد. باش برو پیه کارت بینم. اون طرح ملاقات مجازی بود برای زندونیا که چند وقت پیش علمش کردن، حالا دیروز گفتن لغو شد. باید هم ملاحظات امنیتی این قضیه در نظر گرفته بشه هم ملاحظات حقوقی. بابا ما که از اولش هم بهتون گفتیم الکی وقت خودتون رو تلف نکنین. آخه این گوشی ها به وفور توی زندونا پیدا میشه. شما واسه چی میخواین خودتون رو الکی خسته کنین؟ این تر عملا داره اجرا میشه، نگران نباشین. خیلی تشکر میکنم که میای اینجا ملاقات با من سر میزنی، واقعا ممنونم. خواهش میکنم بابا، وظیفه است. البته شنیدم اولش اینجوریه، بعد یه مدت که دیگه میگذره به خاطر گرفتاری و مشکلات من کمتر میام، بعدش دیگه اصلا کلا نمیام. تو هم مجبوری یه خود چشم انتظار باشی، بعد دیگه با تنهایی و بدبختی خودت میسازی، عادت میکنی. چند روز پیش خبرنگارا گیر دادن به آماره مرکز آمار درباره نرخ رشد و تورم. آقا نوبخت هم از کوره در رفت و گفت حرف حق پیامبر خدا رو هم زیر سوال میبرن. پیامبر خدا هم وقتی واقعی ترین و حق ترین مطالب رو بیان میفرمودند ادعای او رو هم تخته میکردن. از بس که این آمارا غیر قابل باوره، اصلا این آقا نوبخ بنده خدا هم مجبور شده واسه اثبات حرفش دست به دامن این مقدسات و اینجور حرفا بشه. میگم حالا اصلا قبول، یعنی ما این حرف رو قبول کنیم شما دست از قسم خوردن بر میداری یا نه؟ خب اعصاب نمیذارم واسه آدم که بریم یه گزارش دیگه که شهروند عزیزمون برامون فرستاده ببینیم و برگردیم اعصابمون بیاد سر جاش. خب اینم یه جور مصرف اشتباه آب هستش که چند سالیه توی ایران باب شده که رستورانا تو روزای گرم تابستون با صرف هزینه های بسیار و نصب تجهیزات با اسپری کردن آب توی پیاده‌روها جذب مشتری میکنن. از معاون تامین اجتماعی پرسیدن که چرا یه مدت حقوق بازنشسته ها رو با تاخیر میدین؟ بابا اینا چند سرائلن، گناه دارن. گفته موضوع مهمی نیست، حقوقا رو سرمایه گذاری میکنیم که روش سود بیاد. خب سودش میرسه به بازنشسته های عزیزمون. پس بازنشسته های عزیز اصلا نگران نباشید اگه داره حقوقتون دیر میشه. اگه هم سر برج نمیتونین قسطتون رو بدین بازم نگران نباشید. اگه دارید شرمندگی اولادتون میشید یا اصلا نمیتونید قبض مثلا برق و آب و تلفن و اینجور چیزای خونتون رو بدین. دندون رو جیگر بذارین یه 10 سال 15 سال بالاخره شهریتون رو میدیم دیگه، ولی عوضش پولش حلال. با همه این حرفا اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. یه موقع هم سوء تفاهم براتون پیش نیاد که فکر بد کنید. نه فقط یه کم دندون رو جیگر بذارید که جای حقوقاتون
امن امنه. وسط همین دلداری دادنه بودیم که با یه خبر یهو جا خورد. فرد خارجی یونانی حالا در جریان یک معاملاتی حدود 28 میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفتکش رو سال 92 اوایل سال 92 در اختیار داشت. کلاهبرداری وارداتی نداشتیم که اونم الحمدلله اینگوری به لطف مسئولین به صورت انبوه وارد شده. البته خب شاید این بنده خدا هم بیش خودش گفته که اینجا بازار کلاهبرداری داغه، دوچار سوء تفاهم شده، گفته خب چرا سر ما بی کلا بمونه. امروز کلاهبرداری انقدر پیشرفت کرده که آدم ها حتی کلاه حیوانات رو هم بر می دارن. هواپیماهای روسی اومدن و رفتن، اما سر همین اومدنشون یه سوء تفاهم شد بین مجلس و وزیر دفاع. در حال بعضی از ابهامات در ذهن خیلی از افراد شکل نگیره. نمایندگان محترم مجلس باور از وزیر دفاع پرسیده بودن که نیازه که موضوع تو مجلس مطرح بشه، گفته بود به مجلس ربطی نداره. حرفش بدجوری به مجلسی ها برخورده بود تا اینکه علی آقای لاریجانی اومد و جواب داد. اما من لازم است به وزیر دفاع این تذکر رو بدم که نسبت مجلس درست حرف نزدن. باید عدم ادب حکمرانی رو در این مسائل رعایت میکردن. بابا صلوات بفرستین بره پی کارش. آخه بنده خدا وزیر گفت که منظورش اینا نبوده، سوء تفاهم شده. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اکبر خان ترکان که هر وقت یه حرفی میزنه کلی گرد و خاک به پا میکنه. بعد اینکه یه عده گفتن از مناطق آزاد شطور با بارش قاچاق میکنن، اومد و گفت تو جزیره کیش اگه شما پشت گوشت تو دیدی قاچاقم میبینی. از مبنای فرمایششون غلط. اولا گفته 9000 شرکت با یک کد ثبت شدن. از زمان هست آدم تا الان 2480 شرکت در کیش ثبت شده که ایشون میگه 9000. هنوز کلامش منعقد نشده بود که رئیس سازمان بازرسی اومد یه مشامار ریخ وسط که لااقل 4000 شرکت سوری تو کیش به آدرس یه واحد آپارتمان ثبت شده. تا آخر تیر امسال 10961 شرکت در کیش به ثبت رسیدن که از این تعداد 4299 شرکت به آدرس یه واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده. شما هم داری سخت میگیری دایی، دیگه اینجوری هم نیست که. راست میگه دایی جون، من فکر کنم شما یکم خستگی کار و خیالات و اینا قاطی شده. خیلی خوب، خیلی خوب. اکبر خان فکر کنم اینجاشو دیگه نخونده بودی. ایشون دیگه رئیس سازمان بازرسیان. آقای نعمت زاده نیستن که کتابیان. میگم وقت کردی یه سر برو کیش. حال برو بچه‌ها رو بپرس. اصلا ببین چه خبره اونجا. خود این نکرده یه وقت سوء تفاهم میشه ها. خب بریم یه فیلم دیگه که شهروند عزیزمون از جشن خانه سینما گرفته و برامون ارسال کرده رو ببینیم و برگردیم. من هیچ هماهنگی با خانم تحصیل نداشتم که ست کنیم شلوارشون قرمز بشه و بلوز من شانسی شده و واقعا دو دل بودم قرمز رو بپوشم یا نپوشم با مسائلی که برای جشن حافظ به وجود اومد. دیگه مشکوک شدیم که چی بپوشیم چی نپوشیم و چی اتفاقی قرار بیفته. واقعا از خدا نمیترسیم به اندازه که از دوستان نمیترسیم، چون به هر حال خدا فکر کنم بگذره اما، ولی اینا با فوش ناموس و برگاه چیزایی که دیدید دیگه. قربان شما، خیلی خوشحال. جشن حافظ و حاشیه هاشو یادتون هست دیگه؟ نمیدونم تمام مشکلات ایران حل شده و فقط الان تمام دغدغه مسئولین و بعضی از روزنامه های تون رو اینی که تو کدوم جشن فلان بازیگر چی پوشیده و چی گفته. واقعا روی تأسف داره که توی یه مملکتی هنرمندش هم نتونه حتی به راحتی یه لباس ساده و رنگی بپوشه.
خدا رو شکر که این نجومی ها همینطور هی دارن ری میکنن، به تکامل هم دارن میرسن. یعنی که تو قضیه فیش حقوقی اولش کلی آسمون ریسمون به هم بافتن تا در نهایت گردن بگیرن، اما تو این املاک نجومی متولیان امر دیگه راه و چاهو خوب یاد گرفتن. آقا یعنی همون اول کاریه گفتن عدلیه بیاد مورا از ماس بکشه بیرون تا سیاه روی شود هر که درو قش باشد. نون خواستیم گرفتم، نفت خواستیم گرفتم، تا حالا کسی دیده من از کسی چیزی بخوام؟ نه نخواستم، اما حالا حالا میخوام. خب از پیشرفت بگیم، به جایی رسیده که خود درگیری پیدا کردن بعضیا، یعنی اینقدر طاقت فسادو ندارن که میرن خودشونو لو میدن. میدونی خودگیری دارن، نه خودشون خودشونو میگیرن، خودشون خودشونو میگیرن، خودشون ریش گرم میذارن، خودشونو میارن بیرون. نمونش همین گمرک که اون سری سر پرونده 210 کانتینر قاچاق چند تا از کارمنداشو برده بود عدلیه، این بار خودش توی پرونده دیگه رفته یه دست کارمنداشو لو داده. خانم زبیدی گفته شاکی این پرونده گمرک است و موضوعش صادرات سوری. یعنی قربون آدم چیز فهم، یعنی این گمرک باید یه الگوی باشه برای ادارجات دیگه که تا نذاشتن تو کاسمون خودمونو یه برانداز کنیم، هرچی بوده و نبوده رو بریم اعتراف کنیم. حسن رحیمی حسنخان رحیمی کشتیگیر المپیک که یک مدال برنزم دشت کرده، گوی رسیده تهران دیده شهرستانی رو دارن رو دست میبرن، اما از مسئولین تهران نشین هیشگی نیست بهش بگه حال چطوره. حسن آقا تو که بهتر از همه میدونی مسئولین ورزش کشور توی پایتخت سرشون خیلی شلوغه و دائم در حال خدمت رسانی به خلق هستند، دیگه وقتی براشون نمیمونه برای این کارا که. خیلی ناشکری نکن، هیچ کجا تهرون نمیشه، کل شهر اصفهان در بازش امرون نمیشه، شهر شیراز مردمش صفا دارن و وفا دارن، ولی تو قرن اتم صفا و وفا نون نمیشه. امروز قسمت شد که کنار این بچه ها باشم و ای والا بگیم به کیمیا خانم علیزاده که تو برگشت از المپیک اول از همه پاشد رفت کهریزک عیادت مریضا. والا با اراده این علیزاده از این مدالش یه ملت شاده، بیا ببین زود بیا مدال برنز کیمیا، بیا ببین زود بیا مدال برنز کیمیا. واقعا رفتاره این شکلی توی ورزش ایران کیمیاست، جوان مردی هم زن و مرد نمیشنسه. خدا قوت قهرمان. خب بریم یه فیلم دیگه که شهروند عزیزمون از که اختراع جدید واسمون فرستاده ببینیم و برگردیم. واقعا اختراع جالبیه، مخصوصا این روزا تو تهران زیاد استفاده داره.
به هر حال بهتر از پاشیدن برف شادی رو پلاک ماشین یا آویزون کردن لونگ روی درب صندوق عقب ماشین هستش که مبادا دوربین های سطح شهر جریمه شون کنن. البته اینکه به قوانین باید احترام گذاشت درش حرفی نیست، اما خب بهتر بگذاریم. مازندران سیل اومد، کلی هم این شمالیای صبور خسارت دیدن. خبر اومد که رئیس جمهور داداششو فرستاده شمال واسه جمع و جور کردن امور. مازنیای عزیز خیالتون راحت. ببینین دکتر چقدر به فکرتون بوده و براتون مایه گذاشته که خان داداششو رای کرده اونجا. هلا بود میدونین دیگه. اره این حسین آقای فریدون از اون سینه سوخته ها و رنج کشیده هاست، یعنی پاش برسه اونجا نمیذاره آب تو دلتون تکون بخوره، قشنگ مورو از ماس میکشه بیرون. یعنی میخوام بگم یه همچین داداشیه. چیز غیر از وظیفه نیست انجام، وظیفه دارن میکنن بچه های ما. یه چیز نزدیک 640 بالگرد 230 هواپیمای C-130 به منطقه آزم کردیم. احسن. فکر می‌کنم برای اولین بار هست که برای عملیات امداد و نجات و کمک رسانی این حجم از بالگرد و هواپیما به کار گرفته میشه، نه؟ بله کاملا. در یک اقدام هوشمندانه و مدبرانه دفاتر ثبت طلاق برای یک هفته بسته شد. به مدت یک هفته صدور حکم طلاق و ممنوع اعلام کردن. گفتن چون هفته ازدواجه فقط میتونید وصلت کنید ولا غیر. میدونید این دستور اصلا چقدر میتونه تو آمار رو به هوای طلاق مؤثر باشه؟ یعنی اصلا یه فرصت طلایی برای زوجایی که قصد جدایی داشتن. آخه هرچی نباشه از قدیم هم گفتن از این ستون به اون ستون فرجیه. خب این خاک بر سر من شد که خب یه مهری هم نمیتونم ببرم بذارم اجرا. من دیگه حساب اینجا رو نکرده بودم، ببخشید. بشکن بابا سریالمونو ببینیم. واقعا ببخشید، من یه طلاق هم میخواستی واقعا دلم گرفت نتونستم بهت بدم. خیلی عذر میخوام ازت. مدیر محترم یه جستجوگر وطنی که به نظرم اسم موتوره به گوش هیچ کسی نخورده یه آمار شگفت‌انگیز داده، گفته از اول امسال بیشترین تصویری که کاربران سرچ کردن مربوط بوده به پرچم ایران یا عکس مناظر طبیعی. نشون دهنده اینه که در واقع ایرانی اینجا هم پیشروه و سرعتش متفاوت هست با جهان. چی میگی؟ ما که باور کردیم، شما باور کنید. خدا این چشم پاکو از این کار برای وطنی نگیره. کشور ما در چه جایگاهی قرار داره؟ من خواهشم اینه که اصلا این مقایسه رو انجام ندید. جوانان ژاپنی الان اینقدر عزیز من وقت اضافه آوردن که رو آوردن به رفتارهای بسیار زشت، اوقاتشون رو دارن به بتالت میگذرونن، ولی ما این کار رو نکردیم. ما اومدیم این وقت رو سیو کردیم. گفتن یکی از اعضای شورای شهر که قبلا همه به حقانیتش قسم می‌خوردن تو قیطریه یه برج ساخته این هوا، هم 4 طبقه اضافه تر زده، هم 200 متر از کوچه اومده جلوتر. حساب کردن گفتن یه 42 میلیاردی این وسط اضافه زده به جیب. در گذشته دو کلمه شغل و درآمد یه جورایی هم معنی بودن، یعنی داشتن شغل به معنای داشتن درآمد بود. والا ما موندیم این آقا شغل اولش بساز بفروشیه یا شغل دومش. بی خود نیستم انتخابات که میشه بعضیا احساس تکلیفشون گل میکنه. جنگیدن با غول آدابی داشت که اونا بهش خو کرده بودن. دست و پنجه نرم کردن با غول زلالشون کرده بود، شده بودن عینه او اصحاب کف، دیگه پولشون قیمت نداشت. اونایی که تونستن خزیدن تو غار دلشون، و اونایی هم که نتونستن مجبور به معامله شدن. من
من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمید. این غیرت داره خوش میشه. خب بریم یه فیلم دیگه از مشکلات آب شرب که شهروند عزیزمون از اهواز برامون ارسال کرده ببینیم و برگردیم. از آب شرب ما خطابو برامون نفرستم. به قول این شهروند عزیزمون آب کاکائو براشون میفرستن جای آب آشامیدنی. جالبی که هر روز چنگاهی هم مسئولین میان و از سیستم آبرسانی و تصفیه آب و اینجور چیزا حرف میزنن و با افتخار از دستاورداشون دفاع میکنن که آی چنان کردیم و چنین کردیم و آب لوله کشی رو به کجاها رسوندیم و بیا و ببین. چی بگیم والا؟ هی بابا. خب عزیزان خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه رو مجددن براتون تکرار میکنم، در همین نزدیکی dottv@gmail.com. ما همچنان منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید، خدا یار و نگهدارتون.